تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تفسیر خیلی فشرده و روانی داریم. جزء ششم، آیات آخر سوره نساء هستیم. در این جلسه آیه 372 رو معنا میکنیم، با هم بشنویم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هرگز مسیح از این که بنده خدا باشد استنکاف ندارد. شما اهل کتاب مسیحی ها عیسی را جزئی از خدا، یکی از سه خدا در ردیف خدا قرار میدید، و اون که خودش میگه من بنده خدا هستم. در قرآن 17 مرتبه عیسی به مریم نسبت داده شده، یعنی 17 بار تو قرآن گفتم عیسی ابن مریم، یعنی عیسی تولد یافته از مریمه، بچه مریمه، زایده شده از مریمه. چرا شما عیسی را دربارش غلو میکنید؟ در آیه تقرب گفت غلو نکنید. این آیه میگه خود عیسی استنکاف نداره، یعنی قبول میکنه، با خیلی راحت قبول میکنه که بنده خدا باشه. یه خاطره براتون بگم. جاسلیق یکی از رهبران مسیحی ها بود، امام رضا علیه السلام بهش گفت که عیسی همه خوبی داشت، یه عیب داشت. و گفتن چی؟ گفت این که اهل عبادت نبود. جاسری گفت عیسی اهل عبادت نبود؟ بهترین نوع عبادت میگه. گفت خب عبادت کیا میکه؟ شما که میگید عیسی خداست. اگر عیسی عبادت میکه پس به ایداد عیسی خودش عبد بود، خالق نبود. یعنی جا صدیق ایرقمی این ضرب فنیش کرد. امام رضا علیه السلام به جا صدیق که رهبر مسیحی ها بود فرمود عیسی همه خوبی داشت، یه عیب داشت که عبادت نمیگه. جا صدیق براشفت نخی عیسی بهترین نوع عبادت میگه. فرمود عبادت کیا میکه؟ همی که عیسی عبادت میکه به دست خودشم بنده بود، بی خود شما عیسی رو خدا نکن. خب ای آیه میگه که شما حرف حسابتون چیه؟ کاسه از آش داغ‌تر نباشید. در امور دینی لا تقدموا بین یدی الله، در آیه اول سوره حجرات میگه از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. بابا عیسی خودش میگه من بنده خدام، عیسی خودش عبادت میکنه. یه چیزی که خودش میگه من بنده خدام و عبادت خدا میکنم، چرا اینو در مرز خدای بالا میبرید؟ مثل یه چیزی که میگم آیت الله نیستم، هی مردم میگن آیت الله. وقتی خودش اقرار میکنه لنگستن کف، لنگستن کف المسیح، یعنی عیسی هرگز استنکاف نمیکنه، یعنی سرباز نمیزنه از بندگی. ان یکون نمیگه ان یکون عابدن، میگه ان یکون عبدن. نه عابدین، عبد یعنی سر تا پا یک سره یک پارچه بنده بود. آخه یه فرنگی فلانی شیرینه، یه فرنگی فلانی شکره. اگه گفتیم فلانی شکره دیگه خیلی شینه. نگفته حضرت عیسی عابده، میگه عبده، یعنی عبد بود شکره. حضرت عیسی استنکاف نداره که یک پارچه بندگی کنه. شما چرا ایشون در حد خدا پیش بودید؟ ولل ملائکه المقربون، فرشته ها هم، روح القدس هم شما بیخود خدا میدونید، فرشته ها هم استنکاف ندارن از اینکه بنده باشن، یعنی خودشون افتخار میکنن به بندگی. پس کسانی که خودشون میگن ما در تا پا بنده هستیم، چرا اینا که خودشون میگن ما بنده هستیم شما اینا رو تا مرز خدا پیش میبرید و در ردیف خدا و عدل خدا و همتای خدا قرار میدید؟ بعد فرمود و من یستنکف عن عبادته و یستکبر، اگر کسی از عبادت خدا استنکاف کنه، سر باز بزنه و یستکبر، متکبرانه عبادت نکنه، در آینده نزدیکی فسیحشرهم الیه جمیعا، اینها همه به زودی همه را نزد خود محشور میکن.
سرچشمه ترک عبادت تکبره. گاهی وقتا مثلا میگیم نماز بخون، میگه میگه خدا به نماز ما نیاز داره، خدا به نماز تو نیاز داره. خدا که نیاز نداره، خلق خدا نیاز ندارن. شما به اکسیژن نیاز داری، اکسیژن چه نیاز به شما داره؟ شما به ماهی های دریا نیاز داری، ماهی های دریا چه نیاز به شما داره؟ شما به جنگل نیاز داری، جنگل چه نیاز به شما داره؟ شما به خورشید نیاز داری، خورشید چه نیاز به شما داره؟ از همه محتاجتر انسانه و از همه گردن گرفتن انسانه. اما یستن کف ان عبادته، هر کس از عبادت خدا استنکاف کنه، سر باز بزنه و یستکبر و تکبر ورزه، فسیحشرهم الیه جمیعا، در آینده نزدیک خداوند همه اینها رو نزد خودش محشور میکنه و کیفر میده. خب این آیه 372 هم نتیجهشی بود که بابا خودش میگم من مرشد نیستم، خودش میگم من دکتر نیستم. چرا بهش میگید دکتر؟ چرا میگید مهندس؟ چرا میگید آیت الله؟ عیسی خودش میگه من بنده خدام، استنکاف نداره از بندگی. چرا شما ایشونو که خودش میگه من بنده خدام میبردش همتای خدا قرارش میدی؟ اگر دوستش داری دونید خودش میگه چه. آیه 372 هم بگذاریم بریم سراغ آیه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.